معرفت دهنده قلب ها تمنان نوری است و استاد مضمون آموزش قرآن کریم شما این مضمون رو به شکل آنلاین به شما تدریس می نمایم. خدا کند که از این مضمون استفاده مفید نموده و در زندگی روزمرتان از آن استفاده نمایید. امید است که در این روزهای بحرانی از گزند این ویروس در امان باشید. مضمون ما چی بود شاگرد عزیز؟ مضمون آموزش قرآن کریم صنف اول درس 23 هم. که در درس 23 هم چی را میخوانیم؟ شد میخوانیم. شد از جمله حرکات چی است؟ حروف الف با الف. الف با است. که امروز حرکت صفحه چند است؟ صفحه 24 کتاب شما. عنوان درس ما است شد. که بر ما چی داده؟ شد میخوانیم همراه حرکت زبر، زیر و پیش. که اینجا بر ما بعضی کلمات داده برای حرکت زبر و زیر و پیش میتیم و همراه حرکت چی را میخوانیم شاگرد عزیز؟ علامه شده هم میخوانیم. در قسمت اول برای شما چی داده؟ الف همراه یا داده. دیدین شاگرد عزیز؟ ای هیچ کدام چیز خوانده نمیشه، تلفظ نمیشه، چون کدام حرکت نداره. وقتی که برش حرکت بدیم، حرکت الف چی است؟ حرکت الف زبر است. حرکت الف چیز؟ زبر است. حرکت یا علامه شده گفتیم میخوانیم همراه کدام حرکت؟ همراه حرکت پیش است. این از چه قسم میخوانیم شاگرد عزیز؟ اول حرف الف میخوانیم، بعد از حرف الف کدام حرف میخوانیم؟ حرف یا را میخوانیم. بعد از او حرکت الف، حرکت الف چی است؟ زبر است. حرکت زبر میخوانیم، بعد از او حرکت چی را میخوانیم؟ شده میخوانیم. بعد از شد باز چی را میخوانیم؟ علامه پیش. ببینیم چه قسم خوانده میشه. گفتیم که اول چی را میخوانیم؟ اول الف، باز یا، باز علامه زبر، شد و پیش. گفتیم اول الف، الف یا زبر یا، الف یا زبر یا، یا پیش یو، یا پیش یو، ایو. دیدین شاگرد عزیز که اول حرف الف خواندیم، بعد حرکتی حرف یا را، بعد از او حرکت زبر، بعد از او باز حرف شد و چی را؟ حرکت پیش خواندیم. چی خوانده میشه؟ الف یا زبر یا، یا پیش یو، ایو. دیدین شاگرد عزیز که اول علامه شده همراه حرف الف یک بار خواندیم، بعد از او باز علامه حرکت چی را خواندیم؟ حرکت یا که پیش بود دور خواندیم. چی خوانده شد؟ ایو، الف یا زبر یا، یا پیش یو، ایو. کلمه بعدی را بر ما داده. کدام کلمه از شاگرد عزیز؟ الف و نون بر ما داره. کدام؟ الف امرای نون داره. فعلانی کدام حرکت نداره. برش حرکت چی را میتیم؟ حرکت الف، حرکت زیر، نون، شد، همراه زبر. اینجا هم مثل قبلی واره اول حرف الف میخوانیم، بعد حرف نون میخوانیم، بعد حرکت زیر میخوانیم، بعد از او حرکت شد و دیگه چی است؟ حرکت زبر است. چه قسم میخوانیم شاگرد عزیز؟ الف، نون، زر، این، نون، زبر، نه، این، نه. الف، نون، زر، این، نون، زبر، نه، این، نه. دیدین شاگرد عزیز که اول حرف الف خواندیم، بعد حرف نون، حرکت الف چی است؟ زیر است. بعد از علامه شد و حرکت زبر. الف، نون، زر، این، نون، زبر، نه، این، نه. در دیگهش میبینیم شاگرد عزیز باز بر ما چی را داده؟ الف همراه نون داره، فقط اینجا حرکاتش فرق میکنه که حرکت الف اینجا چی است؟ حرکت الف زبر است. نون مشد یا مشدد همراه حرکت زبر. اینجا هم اول حرف الف، بعد حرف نون، بعد حرکت زبر، بعد حرکت شد و به آخری هم حرکت نون که زبر است میخوانیم. الف، نون، زبر، ان، نون، زبر، نه، ان، نه.
الف نون زبر ان نون زبر نه ان نه. دیدین شاگرد عزیز اول چی خواندیم؟ اول حرف الف خواندیم، بعدن حرف نونه، بعدن حرکت الف و در آخر هم حرکت نون که زبر است. الف نون زبر ان نون زبر نه ان نه. و کلمه آخری را میبینیم بر ما حرف الف نون و یاره. در کدام حرف؟ الف نون و یاره. حرکت از یاره میبینیم، حرکت زیر از نون مشدد یا شد و حرکت چی؟ حرکت پیش بر موجه داده میخوانیم. الف نون زد این نون یا زد نی این نی. اول حرف الف، بعدن حرف نون، بعدن حرکت الف که زیر است، بعد از او حرکت نون که هم زیر است، در داخل هم علامه پیش است. چی میخوانیم شاگرد عزیز؟ الف نون زد نین، الف نون زد این نون یا زد نی این نی. دیدی شاگرد عزیز چی خانه میشه؟ در قسمت پایان هم ببینید تجزیه حروف شددار که در این قسمت بر ما مکمل داده بود و اینجا بر شما چی کار کردم؟ تجزیه کار کردم. اینجا هم امور بر شما کار کرده. خوش شاگرد عزیزی بود درس امروزی تان. خدا کنه چیزا مخته باشید. کارخانگی شما می حروف در کتاب چه حکم نوشته میکنین، همی حرکات برش میتین، درست تلفظش یاد میگیرین و به شکل تجزیه هم نوشته میکنین تا که درست یاد بگیرین. تا درس بعدی شما را به خداوند یک تا مسکنه.